در پی اقدام اعضای یک حزب افراطی در کشور سوئد به آتش زدن قرآن کریم موجی از خشم و اعتراض ها توسط مسلمانان جهان در نقاط مختلف کره خاکی به ویژه در کشور سوئد برانگیخته شد به رغم اینکه از این ماجرا بیش از یک هفته می گذرد اما اعتراض به این موضوع همچنان ادامه دارد و خیابان های مختلف سوئد شاهد بازگشت آرامش به خود نبودند در همین راستا سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه ای رسمی که نسخه از آن برای خبرگزاری اخبار شیعه ارسال شده است ضمن محکوم کردن شدید این اقدام ضد اسلامی نسبت به ادامه و تکرار چنین رفتارهای تبعیضگرایانه و فرقگرایانه علیه مسلمانان به حکومت سوئد هشدار داد در بخشی از این بیانیه آمده نادیده گرفتن و سکوت مقام های رسمی سوئد در برابر چنین تجاوزهای خطرناکی که شباهت بسیاری به اقدام های گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده دارد و علیه پیروان یکی از ادیان آسمانی رخ داده پیامدهای بسیار خطرناکی را در پی خواهد داشت این بیانیه می سازمان مسلمان آزاده رفتار و اقدام نجات پرستانی عاملان قرآن سوزی را با دقت مشاهده و بررسی کرد رفتار کورکورانه و سرشار از نفرت که در وجود عاملان و مرتکبان این اقدام وجود داشته آنها را به سمت ارتکاب این رفتار نجات پرستانه هدایت کرده و موجب شده که حقوق و کرامت و اعتقادات مسلمانان جهان را پایمال کنند و همه صفتهای انسانی را زیر پا گذاشته و پایمال کنند و حرمت ادیان آسمان را هم در هم بشکنند در حالی که ادیان آسمانی طبق قوانین بین‌المللی که توسط سازمان‌های بین‌المللی صادر شده حرمت داشته و باید جایگاهشان حفظ شود در همین حال از سوی کاربران و شبکه های اجتماعی نیز در اعتراض به قرآن سوزی در سوئد کمپین تحریم کالاهای سوئدی راه اندازی شده است این کمپین از همه مسلمانان و کشورهای اسلامی خواسته است به هیچ وجه محصولات و کالاهای تولید شده سوئدی را خریداری نکنند